یاسر قریشی متخصص کودکان و از پزشکان بدون مرز از استانبول با من همراه شدن خوش آمدید آقای قریشی درباره ویژگی های تب دنگی چگونگی انتقال بیماری و شیوع آن بد نیست که یه توضیح بدیم یه مرور بکنیم روش سلام می کنم خدمت شما خانم کیانی و بینندگان عزیز من یه نکته اول عرض بکنم خدمتتون که اینکه معاون وزیر بهداشت گفته که اپیدمی تب دنگی ممکن است کرونا بدتر باشه اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست فردی که چیزی همچین چیزی رو گفته مشخصه که از پایه اپیدمیولوژی و سلامت هم چیزی نمیدونه اما راجع به تب دنگی یک ویروسی از خانواده فلاوی ویروس ها ناقل این بیماری هست علت این بیماری هست که توسط پشه آیدس منتقل میشه همه یه پشه ها این رو نمیتونن منتقل بکنن به عنوان مثال همونطور که مالاریا رو فقط پشه آنوفل منتقل میکنه این بیماری رو هم فقط پشه آیدس منتقل میکنه معمولا بار اولی که فرد مبتلا میشه خیلیاشون هاشون هستن بیش از 70-80 درصد اصلا متوجه هیچی نمیشن در حدود 25 درصد افراد تا 30 درصد علائم شبیه سرماخوردگی ممکنه داشته باشن کوفتگی بدن، تب، درد پشت چش، درد شکم، مشکلات گوارشی و معمولا برطرف میشه. مشکلاتی که پیش میاد و بیماری های شدیدی که پیش میاد معمولا برای ابتلای بار دوم هست یعنی کسی اگر بار دوم مبتلا بشه احتمال اینکه بیماری شدیدتر باشه درش بسیار زیاد هست و واکسن هم حتی در اون کشورهایی که بیماری بومی شده و استفاده میشه فقط برای افرادی که یک بار مبتلا شدن اجازه استفاده داره یعنی واکسن اصلا برای کسی که ممنو... تا حالا مبتلا نشده ممنوعه بنابراین اینکه حالا وزارت بهداشت میاد یه همچین چیزی هم اعلام میکنه که برای ایران واکسن هنوز نیاز نیست اصلا بجز اون کشورهای بومی برای افرادی که یک بار گرفتن هیچ جایی نیاز نیست و در واقع شیوع همچین بیماری ضعف کامل مدیریت وزارت بهداشت هست که همچین چیزی میشه به خاطر اینکه چون ناقل پشه هست اگر پشه حذف بشه بیماری کنترل میشه اگر مراکز تجمع پشه آبگیرها اینها رو وظیفه وزارت بهداشت هست که اینها رو از بین ببره همونطور که قبل از انقلاب اداره های مبارزه با مالاریا بودن و همین وظیفه رو از بین بردن پشه ها رو داشتن خوش کردن آبگیرها اینها وظیفه هایی هست که وزارت بهداشت داره اما حالا که در واقع دولت کارش رو انجام نمیده کاری که مردم میتونن بکنن این هست که بیشتر مراقب باشن برای پیشگیری اولین را ارز بکنم در مناطقی که پشه نیست خیلی جای نگرانی ندارن جاهایی که پشه هست بهتره که در طول روز اگر بیرون میرن لباس های آسین بلند یا شلوار بپوشن از اسپری هایی که پشرات رو دور میکنه استفاده بکنن یک سری اسپری هست ترکیبات دی ای ای تی داره که برای بچه های بالای دو ماه هم قابل استفاده هست این رو میتونن استفاده بکنن اگر احیانا خواستند از اسپری هایی که ترکیب ضد آفتاب و دور کننده حشرات داره استفاده بکنن این رو به هیچ وجه در بچه ها استفاده نکنند. چون ضد آفتاب هر دو ساعت باید تجدید بشه و اینکه هر دو ساعت این اسپری رو بزنن برای بچه ممکنه که خطرناک باشه و در واقع سمی باشه براش در مجموع به نظر من اگر کسی دید که علائمی شبیه آنفولانزا داره در این فصل و در منطقه شون هم پشه زیاده به دکتر مراجعه بکنن ترجیحاً و به دکترشون در واقع یادآوری بکنن که تب دنگی رو هم در نظر داشته باشه ممنونم از توضیحات شما یاسر قریشی متخصص کودکان و از پزشکان بدون مرز از استانبول ترکیه همراه ما